ایران. چرا دامنه فساد در ایران روز به روز در حال گسترش است؟ آیا دولت شیخ پرزیدنت حجت الاسلام و المسلمین دکتر شیخ پرزیدنت حسن روحانی یا پرزیدنت شیخ حجت الاسلام حسن روحانی برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم دارد؟ آیا دولت شیخ پرزیدنت برنامه‌ای برای جلوگیری و سامان دادن به زندگی دروازه‌قار، اهالی دروازه‌قار و جلوگیری از خرید و فروش کودکان دارد و نیز پایان بخشیدن به صادرات فحشا از ایران به کشورهای همجوار؟ آیا در دستور کار دولت حسن روحانی یا بیت رهبری قرار دارد یا خیر؟ همزمان غبار روبی از حرم امام هشتم شیعیان آغاز شد. امروز آیت الله علی خمینی در این مراسم دیرینه که سالانه میلیاردها تومان جمع آوری می شود حضور یافت و این قیمتی است که ما با جنگی با آمریکا داریم میدیم و لازمه بدیم. فشارش بر کی هست؟ این فشار اقتصادی که هست در ایران ناشی از چی هست واقعا؟ دلیل اصلی شاید به گمان من این هستش که دامنه پولشویی در این کشور بسیار فراوانه. این که شما در یک کشوری که مبادی رسمی داره برای ورود و خروج کالا صدها اسکله ثبت نشده داشته باشید و سران سپاه و سردارانی که به کمرشون کلت بستن، اقلام بسیار فراوانی از تمامی اجناسی که دولت با هزار بدبختی و زحمت و گماردن تعرفه‌های مختلف بنا داره که ساماندهی بکنه، وقتی این اجناس وارد کشور میشن این قاچاق به صورت یک گستره وسیعی از پولشویی وارد سیستم اقتصادی کشور میشه. به همین دلیل دولتی که داره مثلا تلاش میکنه که حساب مالیات ها رو داشته باشه، حساب دخل و خرج ها رو داشته باشه، دفعه مواجه میشه با میلیارد ها پولی که به اشکال مختلف پولشویی میشه و اصلا حریفش هم نمیشه. خود دولت همین الان اگر اراده بکنه، همین آقای روحانی اراده بکنه بگی که آقا مشکل اقتصادی از کجاست، قطعا میگه از سپاه، از سپاه پاسداران و سردارانی که اصرار بر این دارن که هیچ قاعده ای رو رعایت نکنن و تا بتونن تو زمینهای مختلف پولشویی میکنن و این پولهای هجومی وارد سیستم اقتصادی میشه و از ریخت میاندازه. و همین دلیل اصلا شما نمیتونید یک آرامشی برای مثلا تورم در نظر بگیرید که امسال مثلا اگر فلان درصده سال بعد رقمی به او افزوده میشه یا متعادل میمانه. تمام سرنخ‌ها توی این کشور به سپاه برمیگرده و سپاهی که برای آینده خودش و آینده این سرزمین خوابهایی دیده و با یک هجوم بسیار فراوان و با یک ولع سیری ناپذیر به انباشت ثروت و پول داره اقدام میکنه. این سرداران نه که اجازه خروج از کشور ندارن، برخی از سرداران رو در اشکال مختلف، اونایی که الان زیاد تابلو دار نیستن، میفرستن تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنن. این نه ورود پول نه خروج پول وقتی حساب و کتاب نداره، به همین دلیل سایه سنگینش بر روال معمول و متداول اقتصادی در کشور سنگینی میکنه و اوضاع رو به هم میریزه. تصور من یک پولشویی بزرگ ملی که توسط سپاه انجام میشه. خب ببینید، پولشویی خود پدیده به اصطلاح مادر به قول معروف تو اقتصاددانان نیست. یک پولهایی به دست میاد
و بعد اینها رو وارد مرحله بعدی میشه که انتقال پول هست، پولای بزرگ هست، مثل اون چیزی که باند خاوری ها به کانادا منتقل کردن یا جای دیگه. در چه ببینید، و شما اشاره میکنید آقای نوریزاده که دولت مثلا داره تلاش میکنه ساماندهی بده، این تصور و تصویر تا چند اندازه واقع بینانه است که دولت یک طرف ایستاده و پاسداران طرف دیگه، حالا که در خود دولت ما آدم های مثل آقای نعمتزاده رو داریم که یکی از پدرخوانده های اقتصادی نه تنها ایران بلکه منطقه است، یا حتی برادر خود آقای روحانی هم به فساد شهرت داره، یا کسی مثل شیخ الوزراء آقای بیژن زنگنی که حتما به ایشون خواهیم رسید، سالیان سال وزیر بودن ایشون و الان میاد جلو دوربین میسته و هم میگه این پولا رو بردن و خوردن و ما و دولت وام داده بوده قبل از ایشون، منظورش هست همه کاسه کوزه ها رو بر سر دولت 8 ساله اون یکی سلف آقای شیخ پرزیدنت شکستن هست، احمدی نژاد. واقعا ریشه این فساد کجاست؟ یعنی بیت رهبری تا چند داده دست سپر رو باز گذاشته و همین آقای روحانی خاطرتون هست ماه گذشته با آقای جانگیری در یک تریبون عمومی حرفایی علیه سپاه زدن، اقتصاد با سلاح و تفنگ، از طرف دیگه رفتن دوباره گفتن کارهای ارزندهی کرد، حتی آقای جانگیری دعوت کرد خاتم الانبیا رو که بیاید و کارهای عمده رو انجام بدید و از این حرفا. بفرمایید. بعد ببینید دوست من، تیتر کلیش پولشویی است، حالا اشکال مختلفی داره. ببینید من گمانم بر اینه که در خود دولت هم آدم های فاسد فراوانن هستن، کارگزاران فاسد زیادن، مثلا این که یه نفر میتونه از سیستم بانکی وام چند هزار میلیاردی بگیره و پس نده، خب اینا سایه سنگینی بر موازین اقتصادی میاندازه. پولشویی رو شما اگر دامنش رو تعقیب بکنید به آستان قدس رضوی میرسه. همین قبار روبی که شما اشاره کردید یک پولشویی بزرگ آستان قدس رضوی که سالانه میلیاردها میلیارد پول وارد سیستم و چرخه اقتصادی میشه بدون اینکه اصلا فعالیت اقتصادی صورت گرفته باشه. ببینید پولشویی وقتی به اصطلاح مظهریت پیدا میکنه که به ازای عرق ریختن کارگر، چرخیدن چرخهای کارخانه، مثلا مصرف مواد اولیه، به اصطلاح یه چیزی تولید میشه و فروش میره و بعد یه چرخهی به چرخش در میاد و مثلا پولی به دست میاد، وقتی این نباشه و فقط اون بخش آخرش باشه که پولی به دست میاد، این پولشویی به صورت یک بیماری بسیار بسیار ویرانگر وارد بدنه اقتصادی کشور میشه. اصلا آستان قدس رضوی و همین قبار روبی که مثلا آقای خامنه ای در امام رضا و بعد این همه امامزاده پولهای کلانی وارد سیستم اقتصادی میشه، اینها با چرخه اقتصادی که نبوده که، مثلا کارخانه ای نچرخیده که، یه پولهایی ناگهان وارد اندوخته های ثروت اندوزی آقایون میشه، یا مثلا در بیت رهبری یا همین آقای مجتبی خامنه ای در زمان آقای احمدی نژاد از طریق بابک زنجانی میلیارد میلیارد پول بالا کشیدن. اینها پولهایی است که نمیاد توی مثلا خزانه حساب کتاب بشه و مثلا مالیاتی بر او مترتب باشه یا اصلا توی بانک مرکزی ثبت بشه. این پولها هستن بدون اینکه در جایی ثبت شده باشن. این هاست که اون بیمار رو از پا در میاره و به حالت احتضار میبره. تصور من یک چنین مشکلی توی جامعه ما هست تا زمانی که آخوندها و این نظام این چنینی بر موازین اقتصادی ما سایه میاندازه. آقای نوریزاده اشاره کردید که پولهایی که بدون حساب و کتاب هست وارد چرخه اقتصادی که میشه و پیامدهاش هم پولشویی هست، عملا پولهایی هم هست وارد چرخه اقتصادی نمیشه، چون عمده ترین
درآمد ملی ایران خب نفت هست، یعنی تنها محصول عمده ای که هست، و بسیاری از این پولا وارد چرخه اقتصادی نمیشه، یعنی همینجا قبل از اینکه به ایران برسه جابجا میشن در بانکهای بیرون از کشور. چنین نیست؟ بله بله. ببینید مردم ایران به شدت نامحرمن، به همین دلیلی که بیت رهبری، سپاه و حتی دولت کارهایی میکنن و به اطلاع مردم نمیرسونن. یعنی یه دفعه ما مثلا میشنویم یه دکل دزدیده شده، یه دفعه مردم اونم از خبرگزاری های خارجی متوجه میشن که شخص رئیس قوه قضاییه مثلا 63 حساب بانکی بسیار بسیار مخفی داره و پولهای کلانی رو ایشون جابجا میکنه. من گمان بر اینه که پولهای فراوانی هست که اصلا حساب کتاب نمیشه. درست میفرمایید شما، مثلا به عنوان نمونه اصلا پول نفت رو وقتی میفروشن این باید مستقیم وارد خزانه بشه، ثبت بشه به عنوان دارایی کشور و بعد مثلا هزینه ها این تو هوا به اصطلاح بیت رهبری سهم خودش رو برمیداره، نمیدونم آستان قدس سهم خودش رو برمیداره، سپاه سهم خودش رو برمیداره، حالا تتمش میاد. این نیستش که ما به ازای هر بشک نفتی که میفروشیم یا یک جعبه یک کیلو پسته‌ای که میفروشیم یه تخت فرشی که میفروشیم این پول بره توی خزانه و اونجا سرشکن بشه، بگه آقا این بخشش بره برای سپاه اسلحه و موشک، این بخشش بره تو بیت رهبری، این بخشش بره توی فلانجا. روی هوا میزنن. بله، این علتش این استش که مردم اینجا نامحرمن و هم بیت رهبری هم سپاه مردم رو دور میزنن. حتی دولت هم این اخلاق رو داره که مردم رو دور میزنه، یعنی مفاسدی دست به دست میشه که اصلا محرمانه نیست ولی مردم خبر ندارن. یه دفعه اینه توی یک بزنگایی بخشی از اینها آشکار میشه. این همش برمیگرده به اینکه افکار عمومی در ایران صاحب شأن و منزلت نیست. آقایون اون پشمشتا هر کاری لازمه انجام میدن. خب نمونه ای از اون چه که مسئولان انجام داده، من در چند نوبت این بخشی از گفته های بیژن زنگنه که به اعتبار اینکه سالیان سال بوده وزیر بوده در دولت های مختلف رفسنجانی، خاتمی و بقیه حجج اسلام، شیخ الوزراء خونده میشه در نظام فقیه، حکومت فقیه در ایران یا جمهوری فقیه در ایران، آقای بیژن زنگنه. از کنار صحبت‌های آقای بیژن زنگنه متاسفانه افکار عمومی ایران به سادگی گذشت، یا اینکه عادت کرده، من نمیدونم تا چند اندازه در گفتگوهای روزمره صحبت‌های بیژن زنگنه مطرح بوده یا نبوده. در رسانه‌های فارسی زبان هم از داخلی و هم از خارجی کمتر بازتاب یافته. صحبت‌های بسیار بسیار مهمی است که گزارش به نظر من دقیقی است از اوضاع جاری از ایران. گو که وزرای ما، دولت ما، مسئولان حکومت‌های یعنی در واقع ایران، اینها نقش گزارشگر روزنامه نگار رو ایفا می‌کنه، یعنی گزارش میدن، راه حلی برای مسائل ندارن. آقای نوری‌زاد که از نزدیک شاهدن این موضوع رو خوب در جریان هستن، با هم می‌بینیم بخشی از صحبت آقای بیژن زنگنه رو که گزارشی هست از وضعیت موجود. وقتی شیخ الوزرای یک نظام از اوضاع اینچنین بی اطلاع هست، تصور و تصویر ما بقیه این معما شاید امکان پذیرتر باشه. با هم میبینیم بیژن زنگنه. ما اکثر موارد بیش از 100% پول قرارداد رو به پیمانکارا دادیم، از قبل هم دادن، یعنی اکثر پیمانکارا هیچی اما طلب ندارن، گرفتن و خوردن. حالا کجا خوردن خودم میدونم. ما 1.8 میلیارد دلار فقط به صدرا پول دادیم که یک قرون کار تحویلمون نداد قبل از ما. کجا رفت پول؟ 1.8 میلیارد دلار پول به صدرا داده شده، هیچ کاری تحویل ما نشد، یک قرون. خب پول داده شده، طبق قرارداد هم داده شده، خب به پیمانکاران دست دوم ندادن.
آخه این که نمیشه، که این که ببینی اصلا این روشه که یکی رفته اصلا شده اصلا قرارداد ببین سه عنصر در پروژه مهمه: قیمت، کیفیت، زمان. هیچ کدامش الان قابل پیگیری نیست. یعنی قیمت اونیست که اون اعلام میکنه، میگه اینقدر طلب دارم باید به پیمانکارا بدم، ما باید پول بهش بدیم، میگه به پیمانکارا دست دومت بده. قیمت قرارداد، مبلغ قرارداد، هیچی وجود نداره. ما یک فاز پارس جنوبی رو با خارجی ها امضا کردیم 1 میلیارد دلار، الان 3.5 میلیارد دلار به ایرانی ها دادیم، الان تمام نشد برای همون یه فاز. هزینه های تحریم، هزینه های این که با داریم چی میکنیم، چیکار میکنیم، یعنی چیکار داریم میکنیم، این اسم چیه؟ اسم اینو شما بگید چیه. ما 3.7 میلیارد دلار برای یه فاز تا الان پول دادیم، هنوزم تمام نشده، کیفیت هم نیست، زمانم اصلا 8 سال 9 سال. خب ببینید آقای نوریزاد، این موضوعاتی که آقای زنگنه میگه که امروز هم اتفاقا اومده گفته که مجلس قبلا تصویب کرده متن قراردادهای خارجی رو ما میتونیم منتشر نکنیم و اینا، یعنی همون که شما اشاره میکنید مردم محرم نیستن، وقتی وزیر نفت کسی که همه نزدیک هست دستی بر آتش که خودش از آتش افروزان در حکومت هست به معنی شعله این حکومت رو زنده نگه داشتن تا کنون هست، از من و شما میپرسه که اسم این اوضاع چی هست. آقای زنگنه کجا بوده؟ آقای روحانی مگر مسئول شورای امنیت ملی نبوده؟ مگر در این 8 سال آقای احمدی نژاد بیت رهبری مسئول نبوده؟ مگر برای حمایت از آقای احمدی نژاد آدم کشته نشده؟ نکشتن. این اسمش به راحتی چه میشه گذاشت؟ کار آقای زنگنه رو اسمش چی هست؟ فریبیه به قول معروف، از این بر سینه به تنور چسبوندن از بابت منافع ملی، از اون بر از شما چه کاره بودیم در این مملکت و چه کاره هستیم؟ تفسیر شما رو میشتمیم آقای نوریزا. ببینید آقای چالنگی، من و شما یه دولتی رو انتخاب میکنیم، یعنی یک رئیس جمهور رو انتخاب میکنیم، رئیس جمهور هم وزرا رو انتخاب میکنه، وزرا، معاونین، مدیر کل، به اینها ماشین میدیم، ماشین ضد گلوله میدیم، حقوقای خوب میدیم، خونه های خوب میدیم، که چی؟ که اینها در اون موضع مسئولیتیشون خوب کار بکنن. یعنی آقای زنگنه اول متهم همین حرفایی است که الان زد، یعنی این که آقا مردم شما رو به عنوان ناظر، به عنوان وزیر انتخاب کردن، پول دادن، ماشین ضد گلوله سوار میشی یا نمیشی، محافظ داری یا نداری، خونه، حقوق خوب، برای اینکه شما بهترین تخصص خودت رو اونجا ابراز بکنی، از حقوق و اموال مردم خیانت بکنی. اینکه یکی اومده قرارداد بسته رفته که رفته، این اول متهمش خود شما هستید. شما به نمایندگی از طرف مردم یک یا ارزه دارید در برابر سپاه بایستید یا ارزه ندارید. اگر نه باید رسما اعلام بکنید به آقای روحانی که آقا من تحت فشار سپاه نمیتونم کار بکنم و فردا هم شما از من انتظار کار درست نداشته باشید. اینکه به قول شما میان برای مردم گزارش میدن و مثلا دل مردم رو یه ذره خنک بکنن و دیوار خراب شده رو بر سر دیگری خراب بکنن، این یه جوری فرار به جلوست، یعنی یه جور عذر میخوام. من از به کار بردن این واژه ها پرهیز دارم، یه جوری شیشکی بستن به اون بخت و اقبال و آرزوهای مردمه که آقا یک فردی رو به اسم وزیر به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنن، میذارن سر کار، تمام مقدرات زندگی مطلوب رو هم در اختیار او میگذارن و او میاد گریه و زاری که آقا نذاشتن، نمیذارن من کار بکنم. آقا نمیشه، استعفا بده برو کنار. دیگری هم نمیتونه استعفا بده بره کنار. ما ببینیم اون مقصر واقعی کی هست. یعنی شخص آقای زنگنه یکی از مقصرین حتمی ماجرای کرسنت و دستگاه قضایی مثل یه چماق بر سر ایشون این رو نگه داشته
و ایشون به خاطر اون پرونده کرسنتی که میلیاردها میلیارد جریمه او رو نه آقای زنگنه، نه تیم احمدی نژاد، بلکه مردم از جیب خودشون باید بپردازن. شما نگاه بکنید، این رو به صورت یه شمشیر بر سر آقای زنگنه نگه داشتن که آقا نطق بکشی ما این پرونده رو به جریان میاندازیم. و بعد ایشون مثل یه آدم ذلیل، سپاه با کلتش با کلاشیکوفش میاد اون سر میز میشینه، هر چی میخواد اینا هم امضا میکنن میرن. آقا نمیتونی کار کنی، اصلا وارد این سیستم نشید، بذارید این خاک بر سر خودشون بکنن بدون امضای شما. ولی وقتی شما به عنوان وزیر میرید امضا میکنید با یه قراردادها رو، این گریه زاریاتون همون شیشکی بستن به ریش مردمه. واقعیت قضیه این هستش که دوست من نه آقای زنگنه بلکه همه وزرا نشون دهنده این هستش که در این سیستم هیچ وقت آدم تربیت نشده، مسئول تربیت نشده، متخصص تربیت نشده. مسئولیت ها در یک چرخه بسیار طنز و مزمحل دست به دست شده، وگرنه آقا بسته دیگه، شما چقدر باید وزیر باشید؟ کی باید یک جوان 27-8 ساله 30 ساله کارآزموده قوی و متخصص بلنش بیاد بر سر یک دستگاه و درو کنه بره جلو؟ ولی این نمادی از پخمگی جاری و مطلوبی است که بر سر دستگاه های ما هست. حالا مثلا آقای زنگنه یکی از سالمها و درستکارهاست که ما قبول داریم این آدم خودش دوز نیست، وگرنه شما مثلا برید به قد و بالای آقای نعمتزاده وزیر صنعت معدن تجارت، این پیرمرد بزرگترین فاجعه های اقتصادی رو تو زمینه خصوصی سازی بر سر این مردم آوار کرده. یا مثلا شما نگاه کنید بر سر دستگاه دادگستری یک جانی، یک جنایتکار، یک آدمکش مثل پور محمدی هست. مگه از دل این دولت میشه خیر و برکت بر بیاد؟ من تصورم اینه که خیلی سلامت برای تیم آقای روحانی قائل بشیم اینه که خودشون ندزدن، خودشون نکشن، خودشون بالا نکشن، بلکه یه آب و برق و این چیزا و راه و جاده و این چیزا رو برای مردم مهیا کنن، ولی گنده های سرمایه این مملکت توسط سپاه و بیت رهبری و اعوان و انصارشون بالا کشیده میشه بدون این که اصلا دولت نقشی داشته باشه. به هر حال آقای روحانی به عنوان مسئول شورای امنیت همین نظام سهیم بوده در آنچه که در این زمان چنین سمتی اتفاق افتاده توسط نظام. یکی از مهرهاست، بسته بنده یک کارخونه محصول رو بیرون میده، ولی کارخونه پیچ و مهرهای بسیاری داره که تولید میکنه. آقای نوریزاد اشاره کردن به مثال منظورشون بود، سوء تفاهمی برای بینندگان پیش نیاد که من و شما میریم و انتخاب میکنیم وزیری رو. از قدیم گفتن در مثال مناقش نیست، ولی استاد محیط طباطبایی یادم هست روزی در صحبت میگفت، ولی گاهی هست مناقشه هست، از این موارد هست. من نه من و نه فکر میکنم آقای نوریزاد در انتخاب آقای زنگنه یا آقایون نقشی داشتیم، قطعا مثالی بوده برای باز میگم جلوگیری از سوء تفاهمی که پیش نیاد احتمالا برای برخی از بینندگان. اما آقای نوریزاد ببینید، مثلا آقای خامنه ای شفیعه فلسطینی رو به دوش میندازه، مدافع حقوق فلسطین هست، درست یا نادرست، با چه هدفهایی و اینها به جای خود بماند. و مگر نه این هست که ایشون به عنوان مسئول عمده جمهوری اسلامی حافظ منافع و مصالح مردم هست، یا به قول خودشون امت هست، یا به قول خودشون امت انقلابی هست، یا هر چی که هست. حالا در نزدیکی بیت رهبری اونجا بچه ها رو خرید و فروش میکنن، اینا بماند. در در و دیوار تهران شما به قطعا میبینید فروش کلیه و اینها رواج روزافزونی داره، بماند. خب ایشون در این 8 سال احمدی نژاد که خودشون حامیش بودن
این همه فساد رو دارن اعلام میکنن که اگر راست هست و درست هست چرا اتفاقی هم نمیفته برای آقای احمدی نژاد، حالا آقای بقایی در زندان است. اما مگر نقرار بود آقای خامنه ای حافظ منافع و بیت المال باشه؟ چرا سخنی از ایشون نشنیدیم تا بار در این 8 ساله چرا سکوت کردن؟ بله آقای خامنه ای به نظر من تعادل رفتاری و گفتاری خودش رو از دست داده، بیشتر یک سوی نگری میکنن ایشون، یعنی ایشون تصورش اینی که داره جانبداری از امت اسلام میکنه، جانبداری از آرزوهای تشیع داره و مثلا جانبداری میکنه از سیستم ولایت فقیه و مراجع و آخوندها و روحانیان و خروجی همه اینها عزت و شرافت برای اسلام و مسلمینه. این آن چیزی است که مثلا عینکی است که آقای خامنه ای به چشم زده و آرزوهایی که تشیع در طول تاریخ حسرت به دل بوده الان ایشون داره برمیآوره و البته یک به یک آرزوهایی که ایشون براش پول خرج کرد واژگون شد. این که مثلا در یمن یک حرکت شیعی ایجاد بکنه و اون رو نفوذ بده به سمت قطیف عربستان و عربستان رو هم متزلزل بکنه از بالا لبنان و بعد این طرف یمن و خلاصه همه جا بحرین، این همه اینها فرو ریخت و الان کرکوپر اینها فرو ریخته، یعنی الان اینها عقابی هستن که دیگه نه پری مونده براشون، ولی یه اوجهایی رو آرزو داشتن که بر فراز جوامع اسلامی پر بزنن و پرچم شیعه رو به اهتزاز در بیارن، ولی از بس اینها به دور دست نگاه کردن از اطراف خودشون غافل ماندن و خفتهای بسیار بزرگی پدید آوردن. شما حرف از فحشا زدید، حرف از کلیه فروشی زدید، حرف از فروش بچه ها زدید. من جناب چالنگی یه پیشنهادی دارم، یک گردنبندی بسازیم به تعداد زنهای فاحشه که عکس این زنهای فاحشه روی این گردنبند باشه. این گردنبندها تعدادش زیاده، به گردن هر آخوند و هر آیت الله و هر طلبه بیاندازیم، بگیم آقا رفتار شما باعث شد که زنهای ما، برخی از بانوان ما، تن به فحشا بسپرند، کلیه بفروشند، نداری بر خانه ها در بکوبه، به اصطلاح تحقیر در کوچه های ما، در خیابان های ما پرسه بزنه، در مجامع بین المللی ما سرشکسته باشیم. این مدال خفت و سرشکستگی و فحشا رو به گردن مراجع و آیت الله ها و بیت رهبری بیاندازیم که هر روز صبح این رو برق بیاندازن و بهش نگاه بکنن و اطمینان داشته باشن که عامل مستقیم و حتمی و اولیه و نهایی هر مفسده ای در کشور ملاها و آخوندهای و آیت الله های ما هستند و به ویژه بیت رهبری و سپاه. تا اینها بر سر کارن ما همچنان در این سرزمین شاهد این مفاسد بزرگ خواهیم بود. غم‌انگیز هست در کشور ثروتمند ایران بانوان ارجمندی هستند که از سر ناچاری به تنفروشی میپردازن و احترام اونها همیشه بر جا خواهد بود و باید پذیرفت که شرایطی در ایران پس از انقلاب پدید اومده باعث چنین زمینه‌هایی شده. ایران ظاهرا جور به شکلی در اومده که جوانان آینده برای خودشون در که میهن خودشون اکثرا نمیبینه، چنین به نظر میرسه. تا چند اندازه این واقع بینانه است و تا چند اندازه همین عامل باعث فرار مغزها از ایران شده در کنار مصیبت های دیگه ای که اشاره کردیم؟ از جمله میبینیم که اون چی که فرار مغزها خونده میشه از ایران هم رو به افزایش گذاشته.
از شما میشنوم. دوست من، فرار مغزها یعنی فرار سرمایه های این سرزمین برای آینده ای که مردم شدیداً به او محتاجند. مثلا شما نگاه کنید، دندان پزشکان و مهندسان رو از این سرزمین شما جدا بکنید، یک دفعه بخش وسیعی از هیمنه این سرزمین معطل میمانه. تک به تک این عزیزانی که به هر دلیل از کشور ما خارج شدن، یعنی جمعیت بسیار فراوانی هستند که اینان نمیتونستن این فجایع داخل رو تحمل کنن، یعنی یک بیکاری بزرگ و مزمن و تحقیر بزرگ و سرشکستگی بزرگ، به هر حال این رو نتونستن تحمل کنن، از این سرزمین رفتن. اینها گنج های این سرزمین بودن برای آینده ای که باید به نیکی ترسیم می شده و من اطمینان دارم، جناب عالی هم اطمینان دارم که بر این باور هستید که ما به تناسب جمعیت متخصصی که از کشور بیرون راندیم به هر دلیل، به همون نسبت در داخل به فلاکت دچار خواهیم شد. یعنی اینجوری نیستش که شما یک مدیر لایق رو از سر یک اداره بردارید و بعد یه مدیر همینجوری بگذارید بر سر کار و اون اداره به شایستگی اداره بشه. ما تک به تک جوانها و متخصصین و اندیشمندان و صاحب نظران و کاردانانی که از دست دادیم به هر دلیلی و اینها در کشورهای دیگر مشغول کارن و از دور به سرزمینشون نگاه میکنن، هر کدومشون باید یک جای درستی رو اشغال میکردن و از اونجا نور می افشاندن به جامعهشون، درستی می افشاندن، راستی می افشاندن، تخصص و کاردانی می افشاندن. الان اونها که رفتن پخمگان جاشون رو گرفتن، آدم های کمبونیه. به عنوان نمونه من چشم بسته به جناب عالی میگم، به بینندگان این برنامه عرض میکنم که ما نقشه ایران رو بگذاریم جلومون که جمعیت کثیری از آخوندها بر سر مسئولیت‌ها از امام جمعه گرفته تا رئیس عقیدتی سیاسی یک فلان جایی در ارتش و حالا هر کجا گرفته تا مدیر اداره مثلا فلان که آخوندن، اطمینان داشته باشید اونجا جز مفسده هیچی نیست. برای چی؟ برای اینکه آخوند با درس‌هایی که گذرونده قرار بر این هست که مثلا به حلال است و حرام است و جایز است و جایز نیست به پردازه، ولی وقتی میاد در یک موضع تخصصی وقتی قرار میگیره و چون بلد نیست اونجا رو به گند میکشه. ما الان با فرار مغزها مواجه نیستیم، فقط دوست من با کاستی های بزرگی مواجهیم که در اینجا به گند آلودگی دوچار شدیم. یعنی اینکه یه موقع هست مثلا با یه متخصصی رو از سر یک دستگاهی برمی‌داریم که او رفته خارج به هر دلیلی، جای خالی او رو یه آدم کمبونیه می‌گذاریم، این رشد نمیده اون مجموعه رو، ولی در یه مرحله متوقف نگه می‌داره. الان بله آقای نوری‌زاد، آقای نوریزاد، چون این حرف شما اینجا ممکنه ایجاد سوء تفاهم کنیم، این معنی رو حرف شما ممکنه بده که اگر جوانی یا متخصصی به خارج نمیرفت، این جای خالی مونده شو آخوند یا کسی غیر متخصص پر نمیکرد. در صورتی که چنین نیست، این سنگ رو آقای خمینی بنا نهاد رو زمین که ما متخصص نمیخوایم، میتونن برن. یعنی متخصصی که در ایران میمونه، مثل حتی شاغل هم هست، مثل آقای اردشیر حسین پور یا بقیه، در یه مواردی که حتی نیاز 100% دارن دیگه جای اونو دیگه نمیشه فیزیک هسته ای ملایی که فقط در حوزه درس خونده رو آورد گذاشت در اونجا، میشه به جای وزیر صنعت یا مثلا وزیر دیگه ملای رو گذاشت یا پاسداری، ولی یه جای تخصصی نمید.
میبینیم چه سرنوشتی در انتظارشه. منظور بله، یعنی برای جلوگیری از سوء تفاهم من حرف شما رو قطع کردم. بله، آیا فقط بفهمید. ببینید، من اصلا منظورم این نبود. من میخوام بگم که نبود یک متخصص بر سر یک دستگاه ممکنه یه آدم معمولی، الان اینجا به قضیه بالعکسه، یعنی آدم های پخمه و زایع کن و فروریز بر سر کارند اغلب. آقای خمینی روزی که وارد ایران شد در بهشت زهرا یه واژه‌ای به کار برد که من اخیراً مثلا چند ساله متوجه شدم. ایشون میگه که اینها غنیمت اسلام است، یعنی آب و برق و نمیدونم تلفن و حالا هر چی که هست اینها غنیمت اسلام است. بعد شما نگاه بکنید، اینها جزء اموال عمومی است، یعنی مردم منتفع میشن، ولی ایشون از واژه غنیمت اسلام است استفاده میکنه. آخوندها در این سرزمین دارایی های این سرزمین رو غنیمت میدانند برای خودشون، برای تیم خودشون، برای اطرافیان خودشون. اصلا کاری ندارن که درختی رو که میکنن میفروشن به جاش درختی بنشانند، یا اگر مثلا یک مسئولی پیر و فرسوده شده یک مسئول جوان و شایسته ای به جای او تربیت کنن. اصلا اینجوری نیست. به همین دلیله که مثلا اینا دست از جنتی نمی کشن. در یک چرخه بسیار بزرگ این مسئولیت ها دست به دست میشه. یعنی اگر یکی یه جایی گند میزنه اینا محاکمش نمی کنن، اخراجش نمی کنن، به جای دیگه منتقلش میکنن. این مفسده بزرگ از همون واژه غنیمت برمیگرده که اینها جز به غارت نمیاندیشن. آقای نوری‌زاده، یعنی ببینید باز ایجاد سوء تفاهم نشه، یعنی مشکل اینه که آقای جنتی جاشو به یه جوان بده، یا اینکه مشکل اینه که اساسا مقامی که آقای جنتی در اونجا هست مقام غیر لازمی هست برای کشور. بس بر سر این هست که اساسا این نظام ایدئولوژیک آیا غیر از اینم آیا میتونه اگه عمل کنه؟ مثل تمام نظام های ایدئولوژیک با تفاوت های البته بسیار زیاد. در حال نظام شوروی هم ایدئولوژیک بود، اما یک ایدئولوژی تقریبا جدیدی در هر حال برای دانش ارزشی قائل بود، برای تحصیلات و علم ارزش قائل بود و بسیاری از چیزهای دیگه با مشکلات ایدئولوژیکی داشت. ولی آیا این نظام ایدئولوژیک دینی مسئلهش هست که فوقش میاد یک طلبه شاید جوانی رو بذاره در اونجا؟ به قول خود آقای خمینی استفنا رو گذاشت که ما تعهد میخوایم برید، ما پزشکم حتی 6 ماه تربیت میکنیم. مشکل اصلی کجاست؟ بله، مشکل اصلی در اینه که یک در سال 1357 شمسی یکی از غیر ضروری ترین انقلابهای تاریخ بشری در این سرزمین شکل گرفته. مشکل اونجاست و آخوندها و آدمهایی بر سر کار آمدن که از دنیاداری و از مدیریت کوچکترین اطلاعی نداشتند و تمام اختیارات مملکت به دست اونها افتاد و اونها کشتند و روفتند و بردند و جارو کردند و جز خسارت به جای ننهادند. یعنی مشکل اونجاست دوست من، و من چون نمیخواستم به ریشه ها بپردازم آمدم گفتم آقا این چرخه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی انقدر میچرخه تا جنتی بمیره تا از سر یک مسئولیت برداشته بشه. یعنی اخلاق تربیت متخصص در اینجا نیست. الان شأن علمی دانشگاه های ما به شدت فرو کاسته شده. علتش این استش که مثلا نظام علمی در این جامعه یک نظام قانونمند و خردمندانه و مبتنی بر فراورده های علمی همسنگ جهانی نیست، بلکه یه بسیجی رو یه دفعه می دکترانندش برای اینکه بر سر یه دستگاه بگذارند.
یعنی همینجوری یه بسیجی با 10 و 11 و 12 دکتر میشه برای اینکه بدو بدو بره بر سر یک دستگاه قرار بگیره. حالا این آدم به عنوان یه دکتر وقتی بر سر یه دستگاه قرار گرفت، معلومه که اون دستگاه جز خفت و جز عقب نشینی و پسرفت چیزی نخواهد داشت. این راز فروکوفتن یا فرو مردن چراغ و شعله نخبگی در این سرزمین و فرار مغزها. این نکته رو که اشاره کردین، حکمی که به اصطلاح میدن، من اینو چند بار در برنامه اشاره کردم برای که در حکومت ایران این رو به یکی از مسئولان همون وقتی که در تلویزیون رو به مصادره، یعنی به تصرف انقلاب در اومد، از همین مسئولان همچنان مسئولان پشت پرده فخرالدین انوار، بحثی که بود بین ما تلویزیون چیها به قول معروف به ایشون گفتم آقا شما آمدید و حکم دادید دست حسن علی ایکس هر که هست از تاریخ 5/2/58 به سمت پرویز یا حقی منصوب میشه و گمانتون این هست که میتونی ویولون هم بزنه با سلوک میشه، چون احکامی در ایران بسیار صادر شد. در مقاماتی نشوندن کسانی رو که هیچ نوع تخصصی و نه هیچ نوع آشنایی نداشتن، کسانی مسئول امور سینمایی شدن که افتخارشون این بود که بیشتر حتی یک فیلم ندیدن چون سینما حرام بود، بنابراین میتونن مسئول سینما باشن. کسانی مسئول تلویزیون شدن که در تلویزیون خونهشون حتی تلویزیون نداشتن و این نوعی تقدس بود و شایستگی برای اینکه کنان تلویزیون بشن و چنین بود. و میبینیم الان کار به جایی رسیده. ببینید سالیان سال از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی آخرین پادشاه ایران گذشت و این شعار انقلاب بود که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. شد چند روز دیگه سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی است. آیا میشه گفت با هر معیاری وطن ایران وطنی شد که انقلابیون واقعا میخواستن؟ آقای نوریزا، آقای چلنگی، 47 سال پیش در نظام شاهنشاهی آمدن به این رسیدن که تریاک رو در اختیار معتادان قرار بدن، منتها در یک نظام درست و حساب شده و آماری. الان بعد از 47 سال اینها تازه ترسان ترسان و لرزان لرزان جای پاشون رو بر همون قاعده 47 سال پیش گذاشتن. اطمینان داشته باشید توی بسیاری از زمینه ها اینها نه تنها یک گام نسبت به رژیم گذشته جلوتر نرفتن که با فرسنگ ها فاصله عقب نشینی کردن. این مشکل بزرگی که اینجا هست جناب چالنگی، یعنی مردمی اینجا اسیرند که دیگران دست توی جیبشون میکنن و دارایی اون مردم رو در میارن و هزینه خودشون میکنن و یک با قطره چکون هم یه چیزی هم در دهان این مردم میاندازن که ببینید ما به مردم مثلا داریم میرسیم. من حالا نمیخوام مقایسه کنم با گذشته و یعنی حال رو در هم بپیچم و مثلا امتیاز به اون بدم یا به این. من یادمه در داخل زندان دو تا نامه نوشتم به آقای خامنه‌ای، نامه شماره 7 و 8. یکی عنوانش این بود، ظاهرا نامه شماره 7 بود، ما و رژیم پهلوی، و آمده بودم در اون نامه فقط و فقط در حوزه فرهنگ و اسلام برتری رژیم پهلوی رو نسبت به جمهوری اسلامی که اتفاقا حرفش اینه که آقا انقلاب ما فرهنگی بوده، انقلاب ما اسلامی بوده، و توی اون 27 بند من ثابت کرده بودم که در موازین اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اسلامی نظام پهلوی شایستگی های فراوانتری رو در اختیار مردم قرار داده بود تا شما که متخصص اسلام و
تشیع هستید. مثلا در مقوله حجاب ثابت کرده بودم توی اون یادداشت که آقا مردم قبل از انقلاب آرامش فهیمانه ای داشتن در انتخاب این که ها حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. اون کسی که حجاب نداشت یک توازنی رو رعایت میکرد، اونی هم که حجاب داشت معتقد بود و حفظ میکرد، اینجوری معلق نبود که حالا معلوم نشه کی اصلا هست کی نیست. واقعیتش حتی اگر به جمهوری اسلامی بگیم آقا حرف اصلی شما در جهان چیه، جمهوری اسلامی میگه که آقا قرآن، خدا و پیغمبر، تشیع، فرهنگ اسلامی و از این چیزا. من میخوام بگم در نظام گذشته حتی در مقوله تخصصی جمهوری اسلامی اون موقع شایستگی های افزونتری بود تا نسبت به حال. مثلا نمازخونه های اون موقع پسندیده تر و فهمیده تر بودن، یا این علم شنگه هایی که به اسم ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز، اینها مردم رو نمازخون نمی کنه. مردم رو می دونید چی نمازخون می کنه؟ درستی رفتار بزرگان. وقتی یک مجموعی از مسئولین دزدند، آدم کشند، دروغگویند، فریبکارند، سعید طوسی در کنارشون ظاهر میشه، سعید مرتضوی، بابک زنجانی در آغوششون تر و خشک میشه، مردم به اینا نگاه میکنن میگن که آقا اینایی که پرچم نماز و روزه و اسلام و اخلاق و اینا برداشتن، خروجشون مثلا سعید طوسیه، ما چرا باید بریم حالا مثلا سراغ نماز و این چیزا. بله، وقتمون کمه و گفتنی ها بسیار، صحبت فرهنگ و هنر شد و حکمایی که دادن، بعد شما تلاش کردیم بفهمونیم که آقا پرویز یا حقی سمت نیست، خلاقیت هنر پرویز یا حقی است و گذشته پر از زحمت و تلاش تا اون نواختن پدید به گوشی کسی البته نرفت و ما هم انتظاری نداشتیم. و الان صحبت فرهنگ شد. آقای نوریزاد، به اعتبار فیلمسازی شما گروهی از سینماگران، هنر توقیف کردنی نیست، آمدن و کمپینی رو به راه انداختن، خواستار این شدن که هیچ فیلمی در هیچ زمانی در به هیچ دلیلی توقیف نشه. میونه این اسامی کارگردان فیلمساز ارجمند ایران آقای ناصر تقوایی، سازنده جان ناپلئون نیز هست، علی قربانزاده، حمید فرخ نژاد، خانم مهناز افشار، خانم سهر دولتشاهی، خانم پریناز ایزدیار، باران کوسری، خانم باران کوسری، شیما منفرد، کارن همایونفر، مجید مطلبی، نازنین فرهانی و بسیاری دیگه. تفسیر شما رو میشنویم. میشه امیدی داشت گوشی شنوایی در حکومت ایران برای چنین کمپینی باشه؟ حدود 2 دقیقه وقت. بله، در اینجا در داخل ایران هر فیلمی که میخواد ساخته بشه، هر ترانه‌ای که میخواد حالا بعداً به صورت یه آلبوم بیرون بیاد، هر کتابی که بخواد منتشر بشه، باور کنید از یه لابیرنت‌های بسیار وحشتناک عبور میکنه. یعنی شما یه نویسنده‌ای رو در نظر بگیرید که نسخه ای از کتابش رو در دست داره و از یک دالانی که مردانی عبوس ایستادن، یکی شلاق دستشه، یکی کلت دستشه، یکی خنجر دستشه، یکی قمه دستشه، باید از این دالان عبور بکنه، یکی آخونده، یکی ریش داره، یکی مثلا بسیجیه، یکی سپاهیه، یکی آیت الله است، از این دالان باید عبور بکنه و بره مثلا این کتابش رو بتونه مثلا چاپ بکنه. از هر فردی که عبور میکنه مثلا کلمه ای میفته، جمله ای میفته، صفحه ای حذف میشه و چیزی اون تهمه ها باقی میمانه که شاید مطلوب اون نویسنده نیست. در مورد سینما هم باور کنید انقدر فیلم های توقیف شده هست. سینما مثل کتاب نیست که یه نویسنده بری یه گوشه ای
دو سال یک سال چیزی بنویسه و بعد ورداره بیاره توقیفش کنن. سینما یه دفعه یه نفر رو زمین میزنه. ما یه دوستی داریم، شما هم میشناسید، آقای عالی پیام. این آقای عالی پیام تهیه کننده سینما بود. ایشون دو تا فیلم ساخت، هر دوتاش رو هم توقیف کردن. ایشون جوری که خونش رو فروخت تا بتونه مثلا طلبکارها رو راضی بکنه بفرسته. الان این فیلم های توقیفی خودشون یک سرمایه کلان هستن، صرفا به خاطر اینکه حالا یه حجابی مثلا رعایت نشده، یک حرفی، سخنی، داستان، زاویه شیب. بدبختی اینه که بعضی از اینها حتی مجوز ساخت داشتن، یعنی فیلمنامه تصویب شده. مثلا فیلم سنتوری آقای مهرجویی در زمانی که آقای حرندی وزیر ارشاد بود مجوز ساخت داشت و مجوز تولید داشته، ساخته شده، حتی بعدا مجوز اکران تو جشنواره جایزه برده، ولی بعد توقیف شد و هیچ وقت هم اکران نشد. بله، این حرکت حرکت درستی است، برای اینکه جامعه فیلمسازی، جامعه هنرمند ما در همه زمینه ها آگاهتر، مطلعتر، باشعورتر، فهیمتر از اون آقایونی هستند که اونجا نشستن و خطکش گذاشتن که این باشد یا نباشد. مثلا شما همین از آقای تقوایی مثال زدید، سواد هنری آقای تقوایی، سواد اجتماعی، سواد سیاسی آقای اصغر فرهادی، سواد اجتماعی آقای جعفر پناهی 100 برابر این مدیرانی است که الان در وزارت ارشاد مثلا ایستادن با هر کدوم با یه نیزه دستشون که آقا این فیلم اینجاش باید برداشته بشه. این هم تقصیر ندارن جناب چلنگی، اونا همشون از ترس اون آیت الله های قم و بیت رهبری است. یعنی اینها تک به تک مسئولانی که در ارشاد یا هر کجا تو مواضع فرهنگی نشستن نگران بیت رهبری هستند که فردا یه دفعه یک نعره از مراجع قم بلند شد بگه آه حرکت، حمله، و میریزن و مثلا پرده یک فیلم رو پایین میارن و آبروریزی میشه. این بنده های خدا هم تقصیر زیادی از خودشون ندارن. هرچی آفت و فتنه از عمامه است، بهت من از عمامه های دخالتگر، وگرنه ما احترام میگذاریم به روحانیان فهیم که در کنار هستن از دخل و تصرف. سپاسگزار هستیم آقای محمد نوریزاد. گفتنی ها بسیار و وقت ما محدود. امیدواریم که در برنامه‌های آینده نیز همراه شما نگاهی داشته باشیم به موضوعات دیگر مربوط به مردم، سفره مردم، آینده نسل‌های جوان و کودکان ایران. سپاسی دوباره از شما.